نیروهای سوار وانت هر کدام یک طرف پرت شده بودند و ناله میکردند. بعضی از اصابت ترکش در امان مانده، ولی دوچار شکستگی یا ضربه به سر شده گیج بودند. خدا را شکر کردم که باک منفجر نشده، وگرنه همه ایشان دود میشدند و به هوا میرفتند. دو سه آبر هم روی زمین افتاده، حالشان خراب بود. خیلی سریع مجروح ها را کف وانت دیگری خواباندیم. وانت که را افتاد، من باز تا مسجد دویدم. آقای نجار سریع بدحالترها را جدا کرد و خودش مشغول آنها شد. ما هم بقیه را برا نمای او سرم زدیم و پانسمان کردیم. دو سه پسر که چند روزی بود به ما کمک میکردند، زحمت انتقال مجروح ها را به آبادان کشیدند. البته گهگداری آمبولانس های هلال احمر آبادان می آمدند و کار انتقال را انجام می دادند، ولی آن موقع نبودند. همه نگران خطوط بودند. سر و صدا و حجم زیاد مجروحین از درگیری سنگین حکایت می کرد. از مجروحانی که از فلکه راه آهن و کشتارگاه می آوردند می پرسیدیم آنجا چه خبر است؟ وضعیت ما چطور است؟ می گفتند تانک ها آمدند، ما جلویشان ایستادیم. بیشتر از این حرفی نمی زدند. خیلی دلم می خواست از مجروحینی که به درمانگاه می آوردند سراغ علی را بگیرم، اما حالشون خوب نبود و شرایط اجازه نمی داد. از دو سه نفری که ظاهراً حال و روحیه بهتری داشتن پرسیدم علی حسینی بینتان نبود؟ فقط یکی از نیروهای سپاه آقاجاری گفت من تو فلکه راه آهن دیدمش. پرسیدم خوب چی کار میکرد؟ گفت من یه لحظه بیشتر ندیدمش. فکر کردم بیشتر از علی خبر داره ولی چیزی نمیگه. بیشتر از این نمیتوانستم منتظر بمانم. خیلی بیقرار بودم. قبل از ظهر دوباره به جنت آباد رفتم. باز هم از علی خبر داره. بودو بودو خودم را به مسجد جامع رساندم. وانتی جلوی در ایستاده بود. چند نفری در حال جاسازی جعبه های مهمات و دبه های آب پشت وانت بودند. این آدم ها را کم و بیش می شناختم. جلوتر رفتم و از فرخی پرسیدم اینا مهمات رو دارن کجا می برن؟ گفت می برن خط برای بچه ها. پرسیدم کدوم خط؟ گفت طرف های پلیس را. گفتم منم میتونم باهاشون برم؟ گفت برای چی؟ گفتم خب میخوام برم، شاید کمکی از دستم بر بیاد. مکس کردم، ادامه دادم شاید برادرم هم اونجا دیدم. به طرفم برگشت و با تعجب پرسید تو هنوز برادرتو پیدا نکردی؟ گفتم نه هنوز ندیدمش. فرخی با همه سختگیری هایش این بار گفت نمیدونم ببرنت یا نه. گفتم حالا شما یه سفارشی بکن، شاید قبول کردن. گفت باشه من بهشون میگم. گفتم پس منم میرم یه مقدار دارو بردارم. دویدم توی مسجد و با آقای نجار گفتم به من دارو و تجهیزات میدین؟ گفت برای چی میخوای؟ گفتم میخوام برم خط. گفت چه ضرورتی داره شما بری خط؟ تازه داروهامون اونقدر زیاد نیست که شما بخوای ببری خط. گفتم راستش میخوام برم خط دنبال علیمو، تا الان نتونستم ببینمش، شاید اونجا پیداش کنم. گفت خب صبر کن خودش میاد، بچه ها میگن گفته که میاد. گفتم آره ولی تا حالا که نیومده، اگه برم شاید زودتر دیدمش. گفت باشه. بعد راه نماییم کرد چه چیزی بردارم. خواستم از درمانگاه بیرون برم، گفت نری اونجا سر خود جراحی کنی، هر مجروحی دیدی فقط زخمشو ببند. گفتم باشه و دویدم بیرون. رفتم کنار ماشین، جوانها هنوز مشغول بودند. وقتی فهمیدم زیر بار بردن من نرفتن خیلی اصرار کردم. گفتم
تو رو خدا، من چند ماه برادرمو ندیدم. خرمشهر نبود، حالا که اومده منو پیدا نکرده. تو رو خدا بذاریم بیام، من باید ببینمش. جوانها که 19-20 سال بیشتر نداشتن قبول نمی کردن. اما اونقدر پیله کردم تا گفتن بیا، ولی حق نداری بدون اجازه ما کاری کنی، باید حرف گوش کنی. از داخل جعبه مهمات اسلحه جسه در آوردند و به دستم دادند. پرسیدن بلدی ازش استفاده کنی؟ گفتم آره. گفتن پس دستت باشه، هر وقت لازم شد ازش استفاده کن. با خوشحالی سوار ماشین شدم. ماشین که راه افتاد و سرعت گرفت، چند بار روی جعبه ها و وسایل افتادم. ناچار کف وانت نشستم. پی جادی کمربندی، نزدیکی های خیابان طالقانی، تیراندازی شدیدی در جریان بود. تیر و گلوله خمپاره و آرپیجی از هر طرف می آمد و توی بیابان دست راست جاده، توی آسفالت جاده یا خانه های مردم به زمین می نشست. سرم رو دزدیدم و مچاره شدم. هرچه به جاده خرمشهر اهواز نزدیکتر می شدیم، شدت گلوله باران و در پی آن سرعت ماشین بیشتر می شد. گلوله ها حتی به بدنی ماشین هم اصابت می کرد. صدای ویش ویش گلوله هایی که از بالای سرم می گذشتند را به وضوح می شنیدم. سرم را بین زانوانم گذاشته با دستانم رویش را گرفته بودم. جاده کمربندی که تمام شد، سر جاده خرمشهر اهواز راننده یک لحظه مکث کرد. انگار مانده بود دست چپ سمت کشتارگاه یا دست راست به طرف پلیس راه بپیچد. همین توقف لحظه‌ای آتش را روی ما متمرکز کرد. راننده هول شد و پایش را روی گاز گذاشت. سرعت اونقدر زیاد بود که یکو ماشین با شتاب وحشتناکی جلو رفت. از جاده بیرون افتاد و توی شیب خاکی دیواری جاده سرازیر شد. راننده نتوانست ماشین را کنترل کند. انگار پایش را به جای ترمز روی گاز گذاشته بود. به سرعت به طرف دیوار بتونی جلو می‌رفتیم. در لحظاتی که فکر می‌کردم الان کارمان تمام است و مرگمان حتمی است، راننده ترمز گرفت. سرعت بردم و با سر محکم به دیواری کابین کوبیده شدم و بلافاصله بین کابین و جعبه های مهمات که پشتشان نشسته بودم پرس شدم. درد توی تمام بدنم پیچیده بود و نمیتوانستم کمرم را راست کنم. یکی از صندوق ها که درش از اول باز بود برگشته بود و یک گلوله کافی بود تا همه چیز را روی هوا بفرستد. توی این گیرودار چشم جوان هایی که دور و بر وانت جمع شده بودند به من افتاد. به اعتراض گفتند چرا این خواهر رو با خودتون آوردین اینجا؟ خودم رو جمع و جور کردم و گفتم به شما چه ربطی داره؟ من خودم اومدم. جواب اینها رو دادم. یه عده دیگه سر رسیدن و گفتن اه این اینجا چه کار میکنه؟ گفتم خودم خواستم بیام. مگه شما فقط اومدین به جنگین؟ منم بلدم به جنگم. بعضی ها میگفتن ببخشید خواهر، منظورمون این نیست. آتششان که فروکش کرد پرسیدم شما بچه های سپاه رو میشناسین؟ سید علی حسینی از بچه های سپاه، میشناسیدش؟ گفتن نه. همینطور که صندوق ها رو از وانه تخلیه میکردند و دبه های آب رو میبردند، گفتند خدا خیرتان بده، کار خوبی کردین که آب آوردین. ازشون پرسیدم اینجا مجروح نداری؟ من وسایل پزشکی هم همراهم آوردم. جواب دادن نه، دو ستایی بودن فرستادیمشون رفتن. احتمالا اون جلوها مجروح داشته باشیم، ولی فعلا درگیری سنگینه، نمیشه کشیدشون عقب. جوانهایی که همراهشان آمده بودن به من گفتن همینجا وایسا تا ما برگردیم. گفتم بذاریم منم بیام. گفتن نه بمون، قرار شد حرف گوش کنی. بعد خودشان سر صندوقهای مهمات را دو نفر دو نفر گرفتند و با سربازها را افتادند. آنها از عرض جاده خیلی سریع و به حالت خمیده و زیگزاگی رد شدند و خودشان را با آن طرف جاده پرتاب کردند. آنهایی هم که چیزی در دست نداشتند و قطار فشنگ به خودشان بسته بودند، با فاصله و تک تک از عرض جاده گذشتند. تا جایی که در دید من قرار داشتند نگاهشون کردم. بعد به اطراف سرک کشیدم. فکر اصابت یکی از گلوله‌هایی که از بالای سرم رد بشه و به باک ماشین بخوره از جا بلندم کرد.
از وانت فاصله گرفتم و کمی دورتر نشستم. خواستم به ساختمان‌های پیش ساخت پناه ببرم، اما آنجا هم امنیت نداشت. صدای قرش ترسناک تانک‌ها وقتی گاز می‌دادند و شنی‌هایشان روی زمین حرکت می‌کرد به وضوح به گوش می‌رسید. صدای بچه‌های مدافع را می‌شنیدم. از حرف‌هایشان معلوم بود می‌خواهند تانک‌ها را بزنند. فریاد می‌کشیدند درست نشانه بود. دیگه گلوله آرپیجی نداریم، دقیق بزن. و تمام سعیشان این بود که جاده خرمشهر اهواز دست عراقی ها نیفتد. از سمت پلیس راه هم صداهایی میشنیدم، ولی تشخیص نمیدادم چی. گهگاه بچه هایی را میدیدم که خمیده و زیگزاگی روی عرض جاده میدوند، میقلتند و خودشان را به آن طرف پرت میکنند. خدا خدا میکردم اتفاق برایشان نیفتد. هر لحظه میگفتم الان است که مخشان بکنشی بشنم، چون اراقی ها به محض این که جنبنده روی جاده دیده میشد حجم آتش را روی آن نقطه زیاد میکردن و با مسلسل هایشان وحشیانه آنجا به رگبار میبستن. هر چیزی که در دور اطرافم میدیدم از شدت آتش آنها زخم خورده و یا از بین رفته. به نظرم عراقی ها روی پشت بام ساختمان های دو طبقه پلیس راه مستقر بودن که منطقه را به خوبی زیر نظر داشتند. به طور قطع می توانم بگویم بارش گلوله های RPG، تیربار و کلاش که بعد آنها را شناختم آنقدر زیاد بود که انگار باران می بارند. حتی از انعکاس نور آفتاب روی گلوله هایی که در سطح جاده پخش شده یا در آن فرو رفته بودند می توانستم گلوله ها را بشمارم. برایم سوال بود که عراقی ها چقدر مهمات دارند که اینطور آنها را خرج می کنند. باز بلند شدم، رفتم کنار دیوار بتونی نشستم. بدنم مثل کوره می سوخت. احساس می کردم از بدنم حرارت بلند می شود. با روسری و چادر خودم را باد می زدم، کلافه شده بودم. گاه بلند می شدم و تصمیم می گرفتم جلوتر بروم. می خواستم حالا که تا اینجا آمده ام کاری انجام بدم. اصلا من به دنبال علی آمده بودم و حالا یک جا میخکوب شده بودم. نیم ساعت بعد جوان ها آمدند، خشاب هایی را که کف وانت ریخته بود جمع کردند و به یکی از سرباز ها دادند. پرسیدم چه کار می خواهید بکنید؟ گفتن هیچی، ما دیگه اینجا کاری نداریم، باید برگردیم. عشق فردا تو بیا نوشا نور پشت پنجره ها، ترس دارم از شم بس شبی خدا نور را پنجره را، نور پشت پنجره دارد ز نگاهم خاطر.